درود بر شما همراهان گرامی و عزیز به کانال خودتون خوش آمدید. اتفاقی که توی ارومیه افتاد یک افتضاح و رسوایی کامل برای قبیله گراهاست. قضیه از این قراره که عمده مردم ارومیه که آذری و ترک هستند مثل بقیه مردم سیر انتخابات رو تحریم کردن و رأی ندادن. ولی احزاب پانکورد شروع کردن به تبلیغ انتخابات حتی نوه یکی از رهبران تجزیه طلب را هم آوردن تو میتینگ‌های های تبلیغاتی و در نهایت موفق شدن برای دو کرسی از سه کرسی ارومیه در طویله مجلس نماینده کرد بفرستن و بعد از اون ریختن تو خیابون و جشن و شادی و رجسخونی برای بقیه مردم واقعیت اینه که وضعیت شهرهای شمال غرب ایران خصوصا استان آذربایجان غربی طوریه که شکاف قومی توش زیاده و حکومت هم اون رو تشدید میکنه تا به نفع خودش استفاده کنه ولی هنوز یک گده ابله تو اپوزیسیون خارج کشور سعی دارن که انقلاب ملی ایران که یک حرکت فراگیر رو نجات بخش برای کل ایرانه رو به اعتصابات قومی قبیله تقلیلش بدن که میدونیم تهش چه فاجعه خواهد بود اینا گرگ هستند در لباس بره و پشت پرده استخدام قبیله گرایان پانکورد شناسنامه دار در تلویزیون اینترنشنال مثل شاهد علوی و سامان رسولپور و غیره هم همین بود و نزدیک شدن علی نجات به هنری لوی ثروتمند یهودی و پرنفوذ فرانسوی و پدرخوانده پانکوردا که معتقد ایران باید نابود بشه و میدانداری تجزیه طلبان و چپولها و اصلاح طلبان در تلویزیون اینترنشنال که مشخصا بر اساس سیاست های سردبیرش یعنی علی اصغر رمضانپور از مریدان بابا اکبر معاون وزیر ارشاد دولت اصلاحات و همچنین حسین رسام چهره نزدیک به اصلاح طلبان و کارمند سابق سفارت بریتانیا در تهرانه و تلاش مصوم قنبل کلاو و نوچه و لاتاش برای نبش قبر و زنده کردن و احیای قلبی تروریست هایی مانند محتدی که سالها پیش به خاطر جنایت ها و کردکشی هاشون حتی در نزد هم و کردمون هم بی اعتبار شده بودن همین بود و همچنین شل کن محتدی در مورد اصول ملی و عدم مشخص کردن بیپرده و روشن مواضع خودش در همین رابطه احتمالا تا الان این ویدیو رو دیدین که یک زن در کنار فریبا بلوچ حرف از این میزنه که دوستانش اکانت های مختلف درست میکنن و به سامانه پادشاهی و رضاشاه دوم حمله میکنن این خانوم شیما سیلاوی و خواهر منا سیلاوی دبیر کل حال حاضر حزب تجزیه طلب پان عرب تضامن احوازه منا همان فردیه که در مراسم جایزه صلح نوبل نرگس محمدی کنار عبدالله محتدی بود شیما سیلاوی یک تجزیه طلب پان عرب و از اعضای حزب تضامن احوازه که بارها تجزیه طلب بودنش رو فریاد زده تصاویر او با پرچم جلی کشور احواز یا به قول خودشون عربستان رو دارید مشاهده می کنید شیما سیلاوی از اعضای شورای دموکراسی خواهان نیز هست او یک فلسطین مال و اسرائیل ستیز که بارها تصاویر خودش رو با چفی و مطالب مختلف در حمایت از فلسطین و ضد اسرائیل استوری کرده. جالب اینه که بدون شیما سیلاوی از افرادیه که ارتباط نزدیکی با ایران وایر و خبرنگاران این رسانه داره. او به عنوان نماینده حزب تجزیه طلب تضامن احواز با سایر گروه های تجزیه طلب مثل پان و پان عرب ها نیز ارتباط نزدیکی داره تا به توهم خودش باعث همگرایی اونا برای نابودی ایران بشه. اما جالبتر اینه که باید بدونید شیما سیلاوی تجزیه طلب از دوستان و همکاران نزدیک مجاهدین خلقه تا جایی که در مراسم برگزار شده در مقرهای مجاهدین که هر کسی نمیتونه وارد اون بشه حاضر میشه و در کنفرانس های مجاهدین شرکت میکنه او یک تجزیه طلب و ایران ستیزه پس نباید توقع داشته باشیم که از رضاشاه دوم یا پادشاهی خواهان تعریف کنه بلکه این سند افتخار ما پادشاهی خواهانه که رفیق مجاهدین خلق دشمن اوناست تمامیت ارزی ایران خار چشم تجزیه طلبانی مثل شیما سیلاوی ای نباید نسبت به آن بی توجه بود ببینید دوستان پانکورت های خائن یک بار دیگه نشان دادن که برای کسب قدرت نه تنها پا روی خون محسا امینی میذارن بلکه با لیسیدن ما تحت مله ها هم مشکلی ندارن در شرایطی که سیرک انتخابات تحریم بود با حمایت مخفی رهبران کومله و غیره پانکوردا به حوزه های رای تو ارومیه هجوم بردن و موفق شدن با غافلگیر کردن پانکوردا نماینده خودشون رو برای لیسیدن ما تحت خامنه ای به طویله بفرستن حالا قبیله گراها تو شهر جشن گرفتن و فضا بوی خون گرفته و هر لحظه ممکن ق... قبیله های پانتورک به اونا حمله کنن این همان آرمان شهریه که تلویزیون اینترنشنال قصد داره با چهره سازی از پانکوردا در فردای سقوط رژیم بهش برسه امثال معصوم قنبل هم که با تبلیغ و برجسته کردن تروریستایی مثل عبدالله محتدی خاک ایران رو فدای قدرت طلبی خودشون میکنن در این خیانت شریکن جنگ قبیله ای، دزدیدن دختران قبیله های اطراف، تسلط کمونیستای جنایتکار به شهرهای ایران به بهانه خودمختاری، قطعهای ناموسی و ترویج ختنه دختران و غیره تو این آرمان شهر قبیله یعنی تمام هویت یک شخص و رهبر حزب یعنی خدا و صاحب جان و مال و زنان قبیله وقتی میگفتیم بایکوت اینترنشنال به خاطر پیشگیری از همین اتفاقات ارومیه است به خاطر اینکه ما دنبال یک ایران یک پارچه و متحد هستیم به خاطر اینکه ما میخواهیم در فردای ایران آزاد قدرت قبیله رو بشکنیم که فسیل های 90 ساله نتونن برای زندگی یا مرگ دختران ده ساله تصمیم بگیرن و هر کس مرتکب هر قتلی شد حتی اگر مقتول دختر خودش بود به اشد مجازات و حبس ابد برسه ببینید دوستان جمهوری اسلامی بار دیگه واقعیت طرح رو به چشم دید واقعیت اینه که جمهوری نکبت اسلامی فاقد مشروعیت داخلی و خارجیه حتی اگر آمار ادعایی خود رژیم رو هم قبول کنیم واقعیت انکارناپذیر اینه که اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی رو نمیخوان و این رژیم مشروعیت نداره و بر اساس همین واقعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم مشروعیت و اعتبار نزد مردم ایران نداره کفگیر ته دیک خورده با همه رشته پنبه شده دفاع از سیاست خارجی جمهوری اسلامی یعنی دفاع از چیزی که مشروعیت ارزش و اعتباری پیش مردم ایران نداره یعنی دشمنی و لجبازی با ایران و ایرانی و اینکه یک دروغ رو هم با جیغ و داد و فریاد و عصبانیت تکرار کردن اون رو به امر واقعی یا حقیقت تبدیل نمیکنه گاهی اوقات انتصابات هم مثل شمشیر دولبه عمل میکنه در جمهوری اسلامی که دلار 60 تومانی پیروزیه چون میتونست 80 تومن باشه مشارکت 40 درصدی پیروزیه چون میتونست 20 درصد باشه تحریم های سنگین پیروزیه چون میتونست سنگین تر باشه و آسفالت خراب پیروزیه چون میتونست خاکی باشه و غیره در جمهوری اسلامی هیچ نقطه شکستی وجود نداره که دولت مردان مشخص کنن و بگن اگر به این نقطه رسیدیم یعنی شکست خوردیم در جمهوری اسلامی همه چیز سیرکه مثل سیرک انتخابات و منو یاد یک فردی میندازه که لتوپار، از یک جایی رد می شد بهش گفتن چی شده گفت دعوا کردم و پدرشون رو در آوردم گفتم پس تو چرا اینطوری شدی گفت با شکمم زدم توی لگدشون با صورتم زدم توی مشتشون با تخمام زدم تو پاشون و غیره جان کلام اینکه عراق بین سالهای 54 و برای فشار به ایران بر سر اروند رود اقامت کردهای ایرانی تبار عراق و تمدید نکرد. گفته میشه که تعداد 350 تا 650 هزار نفر از کردها در این سالها به ایران آمدند و دولت شاهنشاهی با آغوش باز از کردها استقبال کرد. شاه و شهبانو شخصا به استقبال کردهای رانده شده به مرز ایران و عراق رفتند. هزینه این اسکان موقت توسط جمعیت شیر و خورشید ایران که کمک های مردمی میفرستاد و توسط جمعیت خیریه فرای پهلوی سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنگاه حمایت مادران و نوزادان و جمعیت ملی حمایت کودکان پرداخت شد در این سالها خانواده ملا مصطفی بارزانی و افراد حزب دموکرات هم وارد ایران شدند و به آنها پناه داده شد ببینید فقط کوردها تازه نبودن دوستان کسانی که پدرانشون از ایران به عراق رفته بودند و بیشترشون در کربلا و نجف ساکن بودن رو هم اخراج کردند. قالب اونا هم اصلا فارسی بلد نبودن دولت شاهنشاهی اونا رو هم اسکان داد در شهرهای مثل تهران و قم در بازار صاحب راسته شدن اما همین که فتنه پنج و هفت پیروز شد همشون پریدم بغل آخوند پاینده ایران جاوید شاه تابت بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم روز و روزگارتون خوش